درز یک سند از دیوان عالی آمریکا واکنش گروهی از زنان را در پی داشته که تجمعاتی اعتراضآمیز در برابر ساختمان دیوان عالی این کشور و نقاط دیگر برگزار کردند. <applause> سایت پولیتیکو در اقدامی کم سابقه سندی را منتشر کرده که نشان می دهد دیوان عالی آمریکا احتمالا قصد دارد حق قانونی و سراسری سخت جنین را لغو کند. بنابر گزارش پلیتیکو دادگاه عالی سه ماه پیش به لغو قانون رو علیه وید رأی داده اما چون این رأی هنوز به تایید نهایی نرسیده خبران به طور رسمی منتشر نشده نمیتونن از زیرش درن بذارید رو روشن کنم اصلا برا مهم نیست چه کار باید کنم اما اونا نمیتونن این بلا رو سر دیسی بیارن نمیتونن سر آمریکا بیارن ما تعدادمون از اونا خیلی بیشتره جلوشون وای میستیم بنابر مشاهدات سایت پولیتیکو، ساموئل آلیتو یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در پیشنویس 98 صفحه‌ای سند درس شده نوشته تصمیمی که در پرونده رو علیه وید گرفته شده بود اشتباهی فاحش بوده است. رو علیه وید نام پرونده است در سال 1973 که در جریان آن و در نتیجه حکم دیوان عالی آمریکا قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سخت جنین بدون محدودیت های دولتی حمایت می کند. اکثر زنان آمریکا این قانون را حامی حق مالکیت زن بر بدنش میدانند اما گروهی که خود را طرفداران زندگی می‌خوانند با این قانون و آزادی سخت جنین مخالف هستند من به عنوان یه طرفدار زندگی خیلی هیجان زدم الان فقط به عنوان یه ناظر اینجا هستم تا ببینم رفتارها چطوره و به نوعی شاهد تاریخ باشم چون خیلی مسئله بزرگیه میدونین اسناد دیوان عالی درس کرده و همین احتمال لغو قانون رو علیه وید خب خیلی مسئله بزرگیه حالا اگر دیوان عالی حکم صادر شده در پرونده رو علیه وید را لغو کند سخت جنین بلا فاصله در همه ایالت‌های آمریکا ممنوع خواهد شد چیزی که احتمالا برای بخش بزرگی از جامعه زنان آمریکا غیرقابل قبول است از جمله نانسی پلوسی رهبر جناح اکثریت و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که رأی احتمالی دادگاه عالی به حذف سخت جنین را در صورت نهایی شدن بدترین و مخربترین تصمیم در تاریخ مدرن دانسته است. این همه ای چیزایی که براشون کار کردیم و همه چیز همه اون تغییراتی که براشون زحمت کشیدیم رو از هم میپاشونه میدونین واقعا مثل این میمونه که نتیجه همه ی تلاش هامون رو از هم پاشیدن و انداختن تو آشغالونی خب این واقعا برای من مسخره است که ببینم چه راه دور و درازی رو طی کردیم تا دوباره به عقب برگردیم حسم اینه که پریدم تو ماشین زمان و برگشتم به گذشته متوجه این چی میگم؟ آنطور که پلیتیکو نوشته علاوه بر قاضی آلیتو چهار قاضی دیگر دیوان عالی هم که همگی از طرف رؤسای جمهوری جمهوری خواه منصوب شدند موافق لغو حکم رو علیه ویت هستند اما موضع جان رابرتز رئیس این دیوان هنوز مشخص نیست باید منتظر اعلام تصمیم نهایی این دادگاه ماند امری که به نظر نمی رسد زودتر از دو ماه دیگر اتفاق بیفتد. محیار تحماسبی، رادیو فردا.